جزئیات تکان دهنده از ولسوالی سالنگ. حقایق تکان دهنده از انفجار برملا شد. به نام خدا و با عرض سلام به کانال ادارسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها. هارون سمرقندی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: تونل سالنگ بسیار آسیب پذیر است که هیچ دولتی قادر به تامین امنیت آن نیست و حوادث چون حریق نفت، کشها یا هم انفجار موتر بمب می تواند به تکرار واقع گردد. وقتی که این مسیر در اختیار گروه تروریستی طالبان باشد که منافع بازرگانی دولت پاکستان را تامین کند، طبیعی است که رقبای منطقه‌ای و داخلی به گونه خاموشانه از این بازار و ابزار استفاده می کنند که بدون شک احتمالا این هم یک حمله داعش بوده است. افراد گروه تروریستی و فاشیستی طالبان به ساخت و مهندسی مواد منفجره و نوعیت انفجارها تخصص دارند و در بدل پول حاضر به هر کاری هستند. همین اکنون هرچه خواسته باشی توسط خود طالبان انجام داده می توانید و بسیار حملات داعش در بدل پول صورت می گیرد و همان گونه که دولت های کردی و اشرف غنی احمد زی تروریستان را هر طرف با موترهای شیشه دودی انتقال می دادند، حالا طالبان یعنی پدیده نابودیشان در داخل خودشان وجود دارد. مسئله احداث بزرگراه‌های ترانزیتی بدیل و چندین خطوط بستگی به شکل گیری دولت دارد که قدرت و اقتدار کار را در حوزه پارسی زبان برقرار گردد و زمینه ساختن راه‌های بدیل ترانزیتی مساحت می‌سازد. رژیم طالبان هرگز قادر به تامین امنیت و ساخت راه‌های بدیل نیستند و به گونه فلسفی چنین کاری کردن می توانند. قابل یادآوری است که این صفحه بر ضد طالبان دعوت می کند اما هیچ گونه جنبه رسمی ندارد. مسئولیت خبر بر منبع خبر برمی گردد. ما فقط سخنان شما را بازگو می کنیم. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. اوقات خوش داشته باشین.